فرهنگ خشونت صحبت بکنیم. اشاره من به در حقیقت مطالبی است که آقای مسعود بهنود نوشتن و پاسخی که شما در فیسبوک به ایشون دادید خانم شکر میرزادگی، و همچنین اختر جان نظر شما را میخواستم در زمینه این مطالبی که در رابطه با فروغ فرخزاد گفته شده و رابطه او با ابراهیم گلستان و چگونگی رابطه او با ابراهیم گلستان و نوع عقد او با ابراهیم گلستان صحبت بکنیم که گفته شده که ایشون به عقد موقت آقای گلستان در آمده بودن با توسط آقای آیت الله شیرازی. خانم میرزادگی با شما شروع میکنم. خواهش میکنم. من در واقع جوابی به آقای بهنود ندادم، مطلبی خوندم از ایشون و عکس العملی هم از خواهر پوران فرخزاد. بله بله، پوران خانم خواهر فروغ فرخزاد، و که در اون آقای بهنود، آقای مسعود بهنود یک خاطره ای رو تعریف کرده بود از اینکه آقای گلستان و پدرشون و فروغ داشتن پیاده میره قدم میزدن و قرار پدر آقای گلستان میگه که باید یه ببخشید من صدای خانم میرزادگی رو ندارم. خب مثل اینکه اخترجان شکو جان، مثل که اخترجان صدای شما رو ندارن. بله. از اتاق فنی دارن تلاش میکنن که این ارتباط برقرار باشه، چون اگر که صداها رو نداشته باشیم نمیتونیم در حقیقت نظرات همدیگر رو بشنویم. حالا شکو جان شما ادامه بده تا اینکه بتونن صدا رو بس کنن. شما میتونیم کوتاه توضیح بدیم برشون که بله. البته حتما ایشون خوندن این مطلب رو. بله. به هر حال آقای بهنود گفتن که قبول کردن آقای گلستان و خانم فرخزاد و اینها ازدواج موقت کردن. من اصلا اون چیزی رو که روش تکیه کرده بودم اینه که اولا چگونه ممکنه یه آدمی بر اساس یک گفته‌ای که یک کسی گفته که مشخص هم نیست چه کسی گفته، چون آقای بهنود در اون زمان فکر نمی‌کنم بیشتر از 18-19 سال داشتن و فکر نمی‌کنم که اصلا ارتباط و دوستی داشتن یا حضور داشتن در اون جمع، ولی گفتن این مسئله در این شرایطی که مسئله صیغه در ایران حکومت تأکید میکنه، فشار میاره، قانون برده که مردها میتونن صیغه بشن و از طرفی دخترای جوان مبارزه میکنن و مدام میگن که این یک عمل زشت، در واقع یک نوع فحشای شرعیه، یک ژورنالیست باید یه همچین کاری رو بکنه، اون هم بعد از 50 سال که فروغ درگذشته، او رو صیغه یه اعلام بکنن که صیغه آقای گلستانه بوده. به نظر من یه عمل بسیار زشت و زن ستیزانه بوده، اون هم در ارتباط با فروغ که ضد تمام این رفتارها و منشهای متداوله. خیلی دوست داشتم مطالبی که شما در فیسبوک نوشتید شکو جان، به چند نکته اشاره کردی که خیلی مهم بود. یکی از این نکات ویژگی های شخصیت فروغ بود، زنی بود آزاده و آزاد و در برابر در حقیقت تمام اون چهارچوب های قالبی و سنتی استادگی میکرد، تلاش میکرد سدها رو بشکنه و باورمند به قراردادهای اجتماعی سنتی به اون صورت نبود و ابایی هم نداشت از اینکه خودش باشه و احساساتشو همون گونه که حس میکنه شفاف، به قول امریکایی ها ترانسپرنت، در حقیقت مطرح بکنه. پس بنابراین نیازی به پنهانکاری و سرپوشانی نبوده به نظر من، و این مطلبی بود که خودت در بله یعنی در واقع همطور که شما در ابتدای این برنامه گفتی، مسئله خشونت فقط این نیست که بزنن تو گوشه یکی یا شلاقش بزنن. خشونت در معیارهای امروز با نگاهی به اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته به اون، بلند داد زدن یک مرد به زن یا فرقی نمی کنه بهش میگن خشونت.
و در این حال این نوع رفتار رو با کسی داشتن که او رو بدون اینکه خودش واقف باشه یا مدافع خودش باشه یه زنی رو اینگونه با حیثیتش بازی کنن. من چون اعتقاد دارم که اگر یه زنی تن به صیغه بده، در واقع به نوعی یا مجبور شده یا تحقیر شده یا حیثیتش به خطر افتاده، اونم زنی مثل فروغ که اصلا به این مسائل ابتدایی به قول خودش اهمیتی نمیداده. اولین بار هستش که همچین مطلبی در حقیقت توی در حقیقت حوزه ادبی مطرح میشه بعد از 50 سال. یعنی اگر هم چیزی صحت داشتش قبلا هم شاید گفته میشد. اما مسئله اصلی، اختر جان شما صدای من حداقل میشنوی؟ بله الان هم صدای شکو جان دیگه شنیدم، درست شد. خیلی خوب، خدا رو شکر. خب اگر شنیدی نظرت چیه اختر جان در این زمینه؟ بله من ابتدا دلم میخواد با یک جمله از شعر فروغ شروع بکنم که توی شعر تنها صداست که میماند، میگه که در سرزمین قد کوتاهان معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر حرکت میکنند، حرکت کردن. و چقدر زیبا خود فروغ اینو به نظر من پاسخشو توی همین شعر به این گونه افراد داده. اولا اینکه آقای مسعود بهنود، حالا از نامه ها شروع بکنیم اگر بخوایم، یعنی پیش بریم مسئله رو جلوتر بررسی بکنیم، از نامه هایی که آقای ابراهیم گلستان دهه ها سال سکوت کرد و همیشه میگفت که این روابط روابط خصوصی منه، خصوصی ما بوده و هیچ گونه به اصطلاح سنجش جامعه شناختی توی این گونه روابط نیست که ما بخوایم در این مورد صحبت بکنیم. و حتی در پاسخ به آقای عباس میلانی که 2-3 سال پیش بود فکر میکنم در امریکا براشون برنامه ای داشت، باز هم خیلی تاکید کردن که این روابط خصوصی ماست و به کسی ربطی نداره و کمکی به از نظر جامعه شناختی نمیکنه. و این تناقض گفتاری رو ابتدا ما تو خود رفتار پریشان حال آقای ابراهیم گلستان به نظر من میتونیم ببینیم که الان درست عکس این نظر رو که توی گزارشی که توی بی بی سی خوندم دیده بودم که اینجا برگشته میگه که وقتی دو نفر، یعنی درست عکس حرفی که قد تا حال زده بود، وقتی دو نفر مورد توجه اشخاص قرار می دیدن هیچ نوع حریم خصوصی ندارن و حریم خصوصی به خاطر ترسی است که اشخاص از چیزهایی که می فهمن و یا نمی فهمن دارن. برای آدمی که می فهمد و آزاده است حریم خصوصی مهم نیست و حریم خصوصی برای هیچ کس وجود ندارد و هر کسی هر چه بخواهد می گوید و از روی همین چیزهاست که تمدن دوره‌ای مشخص ایجاد می شود، ایجاد می گردد. خب این که تا حال آقای گلستان 94 سال سن دارن که تا حال به این موضوع پی نبرده بودن که تمدن چجوری ایجاد میشه با بیان همین رفتارها، گفتارها، کردارهاست و الان بعد از 94 سال از یک روشنفکر نوینی که خودش هم همیشه به نوعی هیچ کس هم قبولی نداره و همیشه خودشو در واقع تنها روشنفکر، تنها نویسنده، تنها کارگردان، تنها متفکر ایرانی میدونه و تا حال هم با برخورد بدش با همه این گونه نشون داده و رفتار کرده، اینکه الان امروز عکس اون حرفایی رو که تا حال زده میزنه، این بیانگر به اصطلاح یک نوع به نظر من پریشان احوالی خود آقای گلستانه. و اینکه الان چطور میشه آقای بهنود میاد
و به یک باره یک خاطراتی رو کاملا به جزئیات می نویسه که گویی اصلا حضور داشته. آقای بهنود ظاهرا در زمان فوت فروغ فرخزاد در سال 1345 یک جوان 20 ساله بوده، چون فکر میکنم متولد 1325، یعنی در اون دوران که فروغ با گل، فروغ رابطش با گلستان حدود 4 سال 4-5 سال فکر میکنم طول کشید، این یک جوان 15-16 ساله بوده و الان میاد به نوعی ریز وارد این گفتگوی بین پدر ابراهیم گلستان، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد میشه که گویی حضور داشته یا خودش حضور داشته یا منابع بسیار موثقی که اصلا ذکر نمیکنه و چرا تا حال سکوت کرده و اینها رو بیان نکرده و چی از گفتن این موضوع چه چیزی آید اینا میشه؟ چه مسیجی؟ چه واقعا چه پیامی داره؟ شکر جان شما هر زمانی خواستید، خواهش میکنم که بحث آزاده، خواهش میکنم هر زمانی خواستید جانم. این نمیخواستی یه پیامی رو بده در واقع. جست قضیه این بوده که داره یه خاطرات رو تعریف میکنه، حالا چرا این خاطرات قبلا نگفته کاری نداره، ولی در اصل اون گونه که هم پوران خانم اشاره کرده هم دیگران اشاره کردن، گویا اخیرا خانه ابراهیم گلستان رو در ایران، بله، که درش در مدتی فروغ در اون زندگی میکرده، این خونه رو میخوان مصادره کنن یا بگیرن، یا اینکه میخواستن بفروشن ولی نشده، یه مشکلاتی در ارتباط با خونه بوده، گفتن در حال تخریبه، یک همچین اطلاعی من یه همچین چیزی خوندم که خانه در حال تخریب کردنه، دیگه یک مسئله بوده که کار به دولت و غیره میکشیده، اونا باید اجازه میدادن. به نظر میاد من مطمئن نیستم که چون کار به کار مسائل دولتی کشیده، آقای گلستان به عنوان صاحب این خونه نمیتونه به ایران بره اگر بخواد، یا نمیتونه بره سفارت یا هرچی، به خاطر به گفته شده که به خاطر ارتباط نامشروعی که با فروغ داشته، نامشروع توی گیومه از دیده، بله، نظر شاری. و آقای من تصورم اینه که آقای بهنود چون خیلی نزدیکه به آقای گلستان و خیلی ارادت داره نسبت به ایشون، لندن ممکنه که با این کار خواسته رابطه فروغ و گلستان رو شرعی نشون بده. بله. یعنی هیچ راه دیگه، هیچ چیز دیگه ای نمیاد که چطور یه آدمی بعد از 50 سال 40 سال هرچی یهو تصمیم گرفته باشه یک همچین انگی رو به یه زنی مثل فروغ بزنه. خب اینجا این باعث شکوه جان، این باعث تأسفه و واقعا make sense اون چیز که شما داری میگی. بله باید تأسفه بگم چرا باعث جانم بگو کنم نظری مثل نظر شکوه جان دارم، چون با توجه به اینکه این اواخر گفته شده، توی محافل شنیده شده و که آقای گلستان اعلام مثل اینکه قصد دارن به ایران سفر بکنن و ظاهرا یک نوع به اصطلاح چی میگن، یک نوع چراغ سبز نشون دادنیه که مثلا مبادا اونجا تحت چیز قرار بگیره که شما در اون زمان روابط به اصطلاح ناسالم رو در جامعه ما ترویج میدادین. هیچ بعید نیست و چون هیچ گونه، یعنی هرچی آدم فکر میکنه که آخه چه چیزی ممکنه که بعد از 50 سال اینا میان چنین چیزی دومه، و من معتقدم آقای مسعود بهنود با توجه به سابقه و سابقه ای که داره و یک روزنامه نگار حرفه ای هستن، هیچ وقت بدون مشورت قبلی با طبیعتن. آقای گلستان چنین کاری رو نظرتون در رابطه با این نامه ها و این کتابی که خانم فرزانه میلانی در این مورد هم بحث بسیار بود و خانم پوران فرخزاد معترض بود نسبت به چاپ این نامه ها،
در این زمینه چی فکر میکنید؟ این نامه ها از کجا آمده؟ 70 تا 80 تا نامه چگونه به دست خانم میلانی رسیده؟ مگر این نامه ها به خود ابراهیم گلستان فرستاده نشده بوده؟ چرا؟ آقای گلستان ولی خودش داده. آقای گلستان خانم میلانی زن واقعا با پرنسیبیه و محاله که کاری رو بکنه که بد غیر قانونی باشه، از خصوص در ارتباط، چون کتابایی که نوشته این خانم همه بر اساس یعنی مستنده. ایشون استاد دانشگاه در دانشگاه ویرجینیا هستن دوستان. بله. خانم میلانی این رو آقای گلستان میگه که من این رو در اختیار خانم میلانی گذاشتم برای اینکه ایشون روی فروغ کار کرده و زن به هر حال دانشمندی از این حرفا. نظر من اینه که چون این نامه ها رو در واقع فروغ به گلستان داده و اگر در زنده بودنش فروغ گفته این نامه ها رو شما نمیتونید جای چاپ کنی، یه مسئله، ولی این متعلق به گلستانه. من در این مورد هیچ ایرادی نمیبینم که یه آدمی تو چیزای فرنگی هم خیلی هست که معشوق یا عاشقی نامه ها رو، نامه های طرف مقابل رو در به کتابی که راجع به زندگی اون مینویسن میده. هیچ چیزی هم از فروغ کم نمیشه، زیباتر هم میشه فروغ، عیبی نداره. یک زن عاشق بوده، نامه برای کسی که دوست داشته داده. اما ولی البته خانم پوران خانم میگن اینا متعلق به خانواده است و این خود این مسئله که متعلق به خانواده است ثابت میکنه حرف آقای بهنود بی ربط بوده. یعنی اگر که فروغ زن گلستانه، دیگه خانواده اول میشه شوهرش و بعد میشه خواهرش و من میتونم نظر بدم اینجا در رابطه با اولا که این کامنتی که آقای گلستان در رابطه با حریم خصوصی و یا عمومی مطرح کردن، به نظر میرسه که ایشون معنا و مفهوم حقوق انسانی و حقوق جهان شمول انسانی رو هنوز درک نکردن. حریم خصوصی یک معنای جهان شمول داره، معنای نیست که من و شما نگاه بکنیم ببینیم کجا به نفعمونه، چگونه معناسازی بکنیم و واژه ها رو تغییر بدیم یا وقایع رو وارونه جلوه بدیم. یک مسئله جهان شموله، مثل حقوق بشر یک مسئله جهان شموله، خشونت یک مسئله جهان شموله. حریم خصوصی، بذار یک مثال خیلی ساده تر بزنم. وقتی من به تو که عاشق تو هستم، که رابطه انتیمت با تو دارم، که رابطه تنگ و تنگ با تو دارم، یک بدبستان عاطفی دارم، نامه‌ای به تو می‌نویسم به خاطر این هستش که به تو اعتماد می‌کنم. این نامه مال منه، این نوشته منه، این حق منه، این فکر منه، این اندیشه منه، این احساس منه که به تو امانت میدم چون به تو اعتماد می‌کنم که با تو تقسیم بکنم. و وقتی من خاموش میشم و دیگه تو این دنیا وجود ندارم، تو اگر به این امانت وفادار نباشی و بی حرمتی به این امانت بکنی، یعنی به حقوق انسانی من تجاوز کردی، به ویژه که من حضور ندارم که از حق خودم دفاع بکنم. آیا یک عقل سالم و سلیم به شما میگه که اگر فروغ فرخزاد امروز زنده بود، آیا او میپذیرفت که نامه‌ای بنویسه که بگه الهی قربون بنده کفشت برم؟ من فکر نه اجازه بدین، نه اجازه بدین شکو جان. واقعیت این هستش که ما یک جامعه قضاوتگری هستیم. ما یک جامعه هستیم که خیلی سوپرفیشال همه چیز رو نگاه میکنیم. نمیایم که به اون صورت که شما دارید نگاه میکنید، به اون تعبیری که شما الان دادید، بشینیم به اون عمق نگاه بکنیم به مسائل. نه خیر، اینجوری نیست. بله دقیقا، من با حرف شما پریسا جان موافقم و من زاویه‌ای دارم با چیزی که در رابطه با نامه ها شکو جان گفت. من اینو اعتقاد ندارم، همونطوری که پریسا جان گفتم، که حریم خصوصی واقعا من اعتماد اگر میتونم. حریم خصوصی باشه اختر عزیز، ببینید یه موقع هست که یه رابطه، من مثلا نامه‌ای دارم از یک کسی که
کشته شده حتی در جمهوری اسلامی. نامه های عاشقانه نیست، ولی نامه های خصوصی راجب نظریات راجب کسان. هرگز به خودم این اجازه رو ندادم و نمیدم که این نامه ها رو منتشر کنم. ولی یه موقع هست که این نامه خصوصی نیست، نامه های که ارتباط فروغ با گلستان خصوصی نبوده. چرا خصوصی نبوده؟ به چه صورت خصوصی نبوده؟ هست به مراتب وسیع‌تر و بزرگتر و بیشتر از اون چیزی که تو نامه هاش هست. البته من اون نامه ها رو نخوندم، ولی نامه های عاشقانه بوده گویا. خب نامه های عاشقانه به نظر خوشگو جان، به نظر تو نامه های عاشقانه خصوصی نیست؟ نه، من میگم یه موقع هست که نامه عاشقانه رو من حتی یه نامه به دوستم بنویسم، ولی میگم این نامه خصوصی، اونم میدونه این خصوصیه. اصلا گفتن نداره، اصلا مسئله چیزی که عیانه است، چه حاجت به بیان، گفتن نداره. تو نامه هست با گلستان میگفت، همه میدونستن. من منظورم اینه که رابطه فروغ و گلستان خصوصی نبوده، ولی به هر حال اگر که چیزهایی در اون بوده که فراتر از اون مسئله خصوصی بوده، بله من حق به شما میدم. در غیر این صورت فکر میکنم که من فکر میکنم که این اجازه رو داشته گلستان که این کارو بکنه. شما چی فکر میکنی اختر جون؟ یعنی ببین، من به نظرم میاد که یعنی داریم اینجا تبادل نظر میکنیم. من شخصا خودم به هیچ عنوان، اگر جای فروغ فرخزاد بودم، به هیچ عنوان حاضر نبودم و نمیپذیرفتم که یک بدبستانی که بین من و یک فردی که تنها باید بین ما بمانه و در حریم خصوصی ما بمانه و رابطه ایست بسیار تنگاتنگ و عاطفی، کسی دیگه حضور پیدا بکنه، این وارد حوزه عمومی بشه، چون این مثل اموال شخصی میمونه. شما دو نفر بگین، من کجا اشتباه دارم میکنم، کجا درست دارم میگم. نه، منم دقیقا به همین اعتقاد دارم. من اتفاقا رفتم نگاه کردم ببینم در آلمان قانون در این مورد چی میگه. دیدم که ای کاش فرصت میبود، من امروز میبایستی میرفتم جایی برای گزارشی و خیلی دیر وقتم اومدم خونه، چون بعد نشستیم نرسیدم. میخواستم تیکه هایی از اینو که اشاره میکنه که حتی بعد از فوتش که خاطرات، عکس ها، نامه ها، نمیدونم چی، همه اینا در اموال شخصی خصوصی محسوب میشن و به خانواده اون فرد هنرمند یا نویسنده یا هر فردی که پابلیک بوده مربوط میشه و باید محافظت بشه از اصلا غیر اخلاقی اگر نشه. یعنی نه تنها تو آلمان، بله، حتی توی امریکا، یعنی این جهان شموله. It's invasion of privacy. Invasion of privacy is very unethical. نه، بله. یعنی به هر صورت، به هر صورت نمیشه گفتش. آقای عاشقانه روزا لوکزامبورگ هم منتشر کرده. خب اون کرده به این معنی نیستش تو wrong doesn't make right. ما داریم صحبت از این میکنیم که خیلی چیزا ممکنه خیلی جاهای اتفاق بیفته، ولی اون در حقیقت نمیاد که اون بشه یک تعریف عمومی. نه، اگه قانونی نبود منتشر نمیشد اونها هم. جان؟ من میگم اگر در آلمان قانونی نبود، چرا نامه های روزا لوکزامبورگ به معشوقش که تازه مثلا اون برای چپ ها خیلی مسئله عمده ای بود که یک چنین نامه های عاشقانه ای رو از یه زنی که مشهورترین شخصیت سوسیالیست منتشر کنه، ولی منتشر شد توی من البته متن انگلیسی شو در لندن حدود مثلا 25 سال پیش خوندم که منتشر شده بود، ولی نمیدونم. من از نظر قانونی نمیدونم، فقط اینو چون دیدم برخی از این شعرا، نویسندگان نامه هاشون رو منتشر کردن، ممکنه بگیم که این نامه ها باید با اجازه خانواده باشه. اینو قبول میکنم، که اگر خانم، یعنی برای آقای گلستان باید اجازه میگرفته از پوران خانوم که تنها بازمانده بوده، پوران و پسرش حسینم هست و کامیارم هست هنوز. به هر طریق من روی فرهنگ خشونت اصلا بحث من بحث آقای گلستان یا آقای بهنود اینا نیست.
بحث من به طور کلی رو همین کانسپت یعنی تجاوز به حریم خصوصی افراد هستش، که این در حقیقت یک نوع خشونت، یک نوع تجاوز به حقوق انسانی هستش و جلوه های مختلف خودش رو داره. همین مثالی که ما در رابطه با نامه های فروغ داریم میزنیم، این نامه ها طبیعتاً کامن سنس، حالا هر کی هر نظری داره میتونه داشته باشه، کامن سنس به من داره میگه که من این که این نامه رو برای ابراهیم گلستان نوشتم به خاطر این بود که به او اعتماد داشتم، دوستش داشتم و تمام احساسات درونیم رو بدون پرده با او در میون گذاشتم و هرگز تصورش رو نمی‌کردم که یک روزی بمیرم و این نامه‌ها بیفته به دست عموم. دقیقاً. این یک کامن سنس. پس بنابراین کسی که با او ارتباط داره، آقای ابراهیم گلستان که با او ماجرای بهنود کاملاً با ماجرای این نامه‌ها فرق. میدونم اون از اون نامه ها شروع شد، اعتراضات از اون نامه ها شروع شد، درسته؟ من احساس میکنم، ببینید همین بر میگردیم به مسئله خشونت. ببینید فروغ فرخزاد خب واقعیت اینه که تبدیل به یک اسطوره تاریخی ادبی شده، نه تنها برای جامعه ما ایرانی ها، برای فارسی زبانان و حتی برای خاورمیانه. فروغ فرخزاد جهانی شده و یک زن که در یک جامعه مسلمان با اون فرهنگ سنتی به چنین جایگاهی میرسه، گویی اصلا مردان این جامعه کمر بستن که بخوان به نوعی ثابت بکنن که فروغ، اگر مردها در کنار اون نبودن فروغ نمیشد. کما اینکه این حرف خود ابراهیم گلستان یک بار گفته بود که فروغ را من در واقع به فروغ فرخزاد تبدیل کردم، و بعد این یک بارم آقای مسعود کیمیایی مثل اینکه برمیگرده میگه که موقعی که فروغ فرخزاد رو داشتن توی اون غسالخانه غسل میدادن، موقع فوتش یک دفعه موسیقی خواهر برداری خود شنیدین که اینو درسته؟ آره. نه اومدن، آره گفتش که گفته که یعنی نداریم، خانم وجود حضور نداره بریم مختلفی از جمله مثلا دکتر نوریالا شاهد بوده اونجا حضور داشته. آقای نوریالا پیام جان چی میگن در این زمینه؟ بودن یه هم چیزی واقعیت داشته؟ نه اتفاقا اون گفته بودیم خیالات ایشون بوده، همچین چیزی نیستش. خانم پوران فرخزاد هم مثلا میگه میگه درست دروغ میگن. ببینین من مشکل از روایت های کاذب، الان مسئله بهنود رو برای اینکه نوشتم، اتفاقا من در همون متنی که نوشتم در این ارتباط توضیح دادم که چرا اصلا نباید یک همچین عملیاتی انجام بشه. مورد دیگه الان این که میدونین ازدواج، میگن در ایران ازدواج سپید، جوانها میگن ما میخوایم با هم باشیم، صیغه هم نمیخوایم بکنیم، به کسی هم مربوط نیست. و مرتب حکومت تأکید میکنه که باید صیغه کرد، حتی الان میگن برای اینکه تعداد جوانها وضعشون خوب نیستش که زن بگیرن، عیبی نداره اگر دخترها برن زن یه مردی بشن که وضع مالیش خوبه و زن داره. و این نمیدونم شما اون ویدیو رو دیدین که تو کوچه خیابون دنبال زنها را میفتن و ازشون میپرسن شما حاضرید صیغه یه مردی بشین اگه وضعش مرفه باشه اینا، یعنی اصلا چندشاور این وضعیت. و اکثر این دخترها حیرت زده میگن نه این خیلی عمل زشتیه، صیغه چیه نمیدونم. الان کاری که آقای بهنود کرده و برخی، من این رو چون مستند نیست نمیگم، ولی برخی میگن که برخی همون زیر نامه های متنی که من نوشته بودم و آدم های مختلفی نوشتن، میگن ایشون در واقع با این کارش داره کمک میکنه به جمهوری اسلامی، درست در این برهه‌ای که مسئله صیغه رو اونا دارن یک مسئله عمده میکنن و چون دخترها نشون دادنه همه فروغ نه میگن اگر درست میگه اینا میخوان بگن فروغ
سیغه شده، پس هیچ عیبی هم نداره یک زن براو روشنفکر سیغه براو، بشه. یک زن بله، این برجسته، یک مشکله. شاعر برجسته، یک روشنفکر مطرح، اگر دقیقا که صیغه شده، پس بنابراین اشکالی نداره. اشکالی نداره. و دختر جوان حساسیت زدایی دارن میکنن. البته من اینا رو به همدیگه ربط میدم. ببینید اون نامه ها که به نظر من خیلی در رابطه با اون نامه ها، من فکر میکنم یه سلسله، یعنی یه سری وقایع زنجیره‌ای اتفاق افتاده، روایت خوانی ها یا روایت گویی های کاذب در رابطه با فروغ، حالا نیمه کاذب یا هرچی، که وقتی نگاه میکنین و بازتاب حسیش رو شما در خودتون پیدا میکنید، میبینید که میبی هدف بی اعتبار کردن فروغه. دقیقا. یعنی هدف اصلا اونه. پریسا جان، من احساس میکنم انگاری واقعا یک سناریو نوشته شده و این سناریو داره یکی پس از دیگری داره انجام میشه، واقعا داره پیش میره. حالا ببینیم حرکت بعدی چی خواهد بود. یعنی واقعا این زنو دارن کاری میکنن که از اون حالتی که برای تمام زنهای نه فقط ایرانی، میگم حتی زنهای فارسی زبانی دیگه، کشورهای دیگه، زنهای خاورمیانه، تبدیل به یک سمبل آزادی خواهی شده، دارن میخوان اونو بشکنن که این فروغی که برای شما این بود، اولا چون این مرد کنارش بود و ببینید چجور دیوانوار این مرد رو دوست داشته، حاضر بوده بند کفشش بشه، حاضر بوده نمیدونم چی و چی بشه. خب آخه به من چه ربطی داره که من بدونم فروغ اصلا چه پیام من همین رو داشتم میگم، چه مسیجی، چه پیامی با این کارشون میخوان بدن، چه چیزی رو میخوان تغییر بدن؟ دقیقاً چه اتفاقی میخوان؟ این کارو توی تابلوید مگزین امریکا میکنن، تو نشنال انکوایری میکنن. دقیقاً. یعنی غیبت‌گویی و نمیدونم دنبال کردن نمیدونم نامه های عاشقان توی یک مجله معتبر، توی نوشتار معتبر شما هرگز از این چیزا نمیبینید. توی نشنال انکوری، تو تابلوید مگزین، یس. بله. آقای ابراهیم گلستان، حالا شما شکر جان اجاره کردی که به خونه و فلان حرفا، که واقعا هم یه نوع معنا پیدا میکنه این تغییر فاحشی که اختر جان داشت اشاره میکرد بهش، که بعد از این هم مثال سکوت و خودداری از افشای این یا رو کردن این نامه ها، ناگهان تغییر جهت دادن برای یه چیز؟ مسئله دیگه هم هست، بعضی از آدم ها وقتی هیچ چیز دیگه ندارن برای اینکه مطرح بشن، هر چیزهای رو صندوقشون رو باز میکنن، هر چی که به درد خور باشه میاد نشون میده. من در ارتباط با اون چیزی که اختر عزیز گفت، که گلستان خیلی ادعا میکنه فروغ و فروغ کرده، من اتفاقا تو همون یاد داشتم، اگه توجه کردی نوشتم، اگر من اعتقادم بر اینه اون چی که فروغ کرده مال خودشه، اگر که آقای گلستان اینقدر معجزه‌گر بود که بتونه یک زن رو تبدیل بکنه به فروغ، به یعنی شاعر رو، آقای گلستان چه قبل از فروغ چه بعد از فروغ با زنان زیادی بوده، همه هم میدونن، که من البته از آقای بهنود پرسیدم که چرا اینها رو صیغه نکردین برای آقای گلستان و که اگر ایشون مشکلی رفتن دارن. حالا شما فکر کنین که این آقا چطور هیچ کدوم از این زنها که توشون شاعرم بوده، از محدودهی که بودن بزرگتر نشده، همون مسیر، حالا اگه یه شاعری بوده شاعر بوده، ولی منظورم اینه که کاری که فروغ کرده این رنج ها و زحمت ها و تلاش های خودش بوده برای بزرگ شدن، خلاقیت خودش بوده، اون در خلاقیتش بوده و درسته. البته ابراهیم گلستان من جان جاهای دیگه گفت حال جانم، متاسفانه البته ما الان این مسئله زن در ایران مسئله بسیار عمده‌ایه که روز به روزم داره سخت‌تر میشه. همین دو روز پیش این خانم، دیروز در واقع، این خانم مینو اصلانی اعلام میکنه که تعهد ایران به سازمان ملل برای تحقق تساوی جنسیتی غیر قانونیه. بله. و از دستگاه‌های قضایی میخواد که با این مسائل برخورد کنن، نوشته حتی با این کسانی که میرن با جاسوسا صحبت میکنن. بله. برای این حرفا،
و این خانم رئیس سازمان بسیج زناست. بله، اجازه بدید بریم قبل از اینکه وارد این مبحث دوم بشیم، یک نوار از فروغ فرخزاد به یاد او با صدای او به شعری از فروغ فرخزاد گوش بکنیم. دوستان عزیز، همه میدونن فروغ فرخزاد کیست، احتیاج به معرفی نداره. او یکی از بزرگترین و برجسته ترین شاعران زن ایرانی هستش. به قول خودش شعر امروز رو می سرود و بسیار خوش درخشید در زمان خودش. زنی بود که بسیار جلوتر از زمان خودش بود و اشعار او بسیار ویژه و یونیک هستش و پیام هایی که تو اشعارش داشت، همونجور که خدمتتون عرض کردم، فراتر از زمان خودش بود. خودش بود، امروزی فکر میکرد، امروزی میاندیشید و تلاش میکردش که در حقیقت یک دید جهان بین داشته باشه. شکو جان، داشتم مسئله خشونت چون مطرح بود، داشتم از خشونتی میگفتم که رسما در ایران مورد تایید قرار میگیره و بدبختانه زنانی هم هستند که من باز امروز یادداشتی نوشته بودم که ایران یعنی جمهوری اسلامی تنها حکومتیه تو دنیای امروز که زن ستیزی رو ترویج میکنه، یعنی زنها رو علیه هم میشورونه. یعنی ما زن رو علیه زن تر، بله، زن ستیزی رو در یک کشور دیکتاتوری، حالا حتی در یک کشور مذهبی ممکنه که یه قوانین رو قبول نکنن، مثلا عربستان سعودی قوانین رو قبول نمیکنه، ولی یه سازمانی درست نمیکنه با هزارها زن که اونها رو آموزش میده تظاهرات زنان رو نابود کنن، زنها رو بازداشت کنن، زنها رو لبشون رو نمیدونم تیغ بکشن. و الان هم که دیگه رسما اعلام کرده که مسئله جنسی یعنی تساوی جنسیتی غیر قانونیه. این خانم اعلام کردن و از دادگاه هم خواستن که زنها رو تعقیب بکنن و گفتن حتی کسانی رو که برای خشونت یعنی مبارزه میکنن برای رفع خشونت، اینها غرب زده هستن و جاسوس غربن. یعنی عملا زن تو اون جامعه میگه باید که زنها رو زد، زنها رو خشونت کنیم. به طور کلی ایشون میگه که تمام این پدیده یعنی مبارزه بر علیه خشونت بر علیه زنان، جنبش های آزادی خواهانه زنان، جنبش های طرفدار حقوق بشر و حقوق مدنی زنان که خواهان رفع خشونت و رفع تبعیض از زنان هستن، ایشون معتقد هستش که اینا قرتیبازی های فرنگی، اینا شرعی نیستش، اینا با فرهنگ ما در تضاد، اینا کالایی است که به درد خودشون میخورن، لباسی است که به تن ما بشاده و هر کی بخواد این کارا رو بکنه باید محکوم بشه و جلوشو گرفت و این حرفا. اختر جون، شما جانم در رابطه با فروغ، من نمیدونم این مبحث رو تموم کردیم؟ نه میتونیم بحث رو ادامه بدیم. شما جانمی بحث رو باز کرد، میتونیم بحث آزاده، بحث آزاده. بله، من فقط میخواستم روی اون بخشی که تمامش نکرده بودم که گفتم فکر میکنم این یک سناریویی که ادامه داره، از اون جایی شروع شد که گلستان گفت فروغ، من فروغ کردم. خب فروغ اولا که اشعارش که یعنی چون برخی معتقدن میگن که گلستان مثلا درست میگه، به خصوص منتقدین مرد اینو میگن، چون فروغ بعدها اشعارش پخته تر شد. این خیلی حرف خندداری، فروغ اولین کتاب شعرش رو که میده یک دختر 16 ساله است. درسته. دومین شعرش یک 17-18 ساله است، سومیش یک 21 ساله است و طبیعیه که زمانی که به سن 27-28 سالگی میرسه که تولدی دیگر رو میده و یا ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و که در اواخر زندگی کوتاه
نگاهش نوشته بود، تازه وقتی فوت کرده یک زنی 32 سال است و این طبیعیه که تجربه کسب کرده، نمیدونم بیشتر مطالعه کرده و پربارتر شده، شعرش پخته تر شده و این توانایی خودشه، به دلیلی که فروغ زندگیشم شعرگونه بود، یعنی همون جوری که اشعارش رو سرود همون جور هم زندگی کرد. فروغ مثل خیلی از روشنفکران امروز ما شعار نداد و بعد در زندگیش آدم دیگری باشه. فروغ با اینکه علیهش جامعه یک صدا، تمام روشنفکرانی که بعد از مرگش اومدن و در ستایشش صحبت کردن که همون موقع به اون فاحشه میگفتن، که خودش اینو در اشعارش که من یک جایی یادداشت کردم که میگه من از جهان بی‌تفاوتی، که توی اوسیان تو 25 سالگی اینو میگه، من از جهان بی‌تفاوتی فکرها و حرفها و صداها میایم و این جهان به لانه ماران ماننده است، این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب دار تو را میسره. دقیقا خطابش فروغ به چنین روشن فکرانیه که حتی امروز بعد از 50 سال مرگش دارن تناب دارش رو. درسته. چیز میکنه آقای گلستان اگر معتقده که حریم خصوصی وجود نداره، حریم خصوصی است که یک دوره‌ای رو نمیدونم رقم میزنه، دوره مدرنی، چرا نامه‌های خودش رو به فروغ فرخزاد تا حال منتشر نکرده؟ خودش که زنده است، چرا این کارو نکرده؟ پرسش خوبیه. من فکر میکنم آقای گلستان 20 سالی هیچ کاری نکرده. تا حالم هر کسی، گلستان دهه 40 هجری بود، گلستان اون موقع گلستان بود، نه امروز. ابراهیم گلستان اگر به خاطر رابطهش با فروغ فرخزاد نبود، هیچ وقت نامش انقدر توی جامعه ما نمی بود که امروز. موافقم با وجود اینکه خب در اون زمان آدم مطرحی بوده، سرشناس بوده، سو از خیلی آدمای دیگه که مطرح نیستن. ابراهیم گلستان 100% باید موافقم. حالا نمیدونم شو کوچی فکر میکنه، ولی من مطمئنم باید موافقم که ابراهیم گلستان به خاطر درخشش در حقیقت فروغ فرخزاد بود که نامش ماندگار شد در کنار فروغ. بله دقیقه. بعد توی این 30 سال گذشته هر وقت هر روزنامه نگاری، هر کسی سراغ گلستان رفته که با اون گفتگو بکنه، گفتگوی داشته باشه، همیشه در رابطه با فروغ بوده. یعنی همیشه به خاطر فروغ سراغ اون رفتن و من احساس میکنم انگاری که حس کرده به فراموشی سپرده شده یا هر چیزی که میاد. و حتی میگم من اصلا فکر میکنم این بیان مسعود بهنود، یعنی حسم اینو به من میگه، شاید با مشورت خودش بوده که از طریق بهنود چنین چیزی عنوان شده بشه. شکو جان شما محال میدونم که بهنود بدون مشورت با گلستان یک همچین کارهایی رو بکنه، یعنی انقدر به گلستان گفتم ارادت داره و نزدیکه که هرگز همچین کاری رو نمیکنه. یعنی این مسئله صیغه کردن دو طرفه زشتی میاره برای دو طرف، چه گلستان چه فروغ، و چطور میتونه یک همچین کاری رو بکنه. البته من برخلاف اختر عزیز فکر نمی کنم که گلستان هیچ چیز نیست، نبوده. من فکر می کنم که گلستان فیلمساز خوبی بود، چیزی نیست من نبوده. فکر می کنم گلستان نویسنده خوبی بود، ولی زمانش تموم شد. و من همینو گفتم، گفتم گلستان دهه 40 گلستان بود. نگفتم گلستان آثار ماندگاری رو خلق کرد، خدمت کرد به سینما، به ادبیات. منتها من میگم حضورش در کنار فروغ باعث شد تا توی اقشار پایینی جامعه هم بره، در حالی که گلستان اگر به خاطر فروغ نبود، شاید در بین قشر روشنفکر، نه ادبی، سینمایی، در این حدود باقی میموند. ولی نکته عجیب برای من اینه که تا
تمام من دوستانی روزنامه نویسم شنیدم ازشون که اینها وقتی میرفتن سراغ گلستان و ازش میخواستن در مورد فروغ صحبت کنه، حاضر نبود صحبت کنه. یک متن رو خوندم از یه آقایی نوشته بود، گفتش که به من چه مربوطه، چرا هر چی میخواین راجع به فروغ سوال کنی از من میپرسین، چون یه آدم خودخواه دماغ سربالایی است که فکر میکنه همه چیز خودمحوره به هر حال گلستان. و بعد اینی که الان این مسئله پیش آمده، همونطور که اختر گفت، یک چیز، یه سناریویه که شاید ما الان خبر نداریم چی. آیا ارتباطیه که، یعنی این با موافقت، من نمیخوام دایی جان آفلان بشم، ولی میخوام بگم که این یک نوع همدستی حکومت و برخی از به اصطلاح روشنفکرانه، که باز هم تو اون متن نوشتم که اگر یه همچین کاری رو گلستان کرده، حتی دیگه نمیتونه جست روشنفکری بگیره اگر با حضور اون بوده. اگر تا حالا به خاطر گذشتش جست اینو میگرفته که روشنفکره، دیگه نمیتونه بگه من سیغه کردم، حاضر نبودم زنم رو طلاق بدم، این زن رو دوست داشتم ولی آمدم اینو سیغش کردم، یا حتی زن دوم گرفتم. بعضی میگن نه، آقای من شنیدم که متنشو تو فیسبوکشو عوض کرده آقای بهنود و ازدواج موقت رو گذاشته ازدواج. باز هم هیچ فرقی نمیکنه، دو زنه بودن هم همونقدر میتونه زشت و کریه باشه در جهان امروز ما که سیغه، هیچ فرقی نمیکنه. و همین دلیل من هم فکر میکنم یه چیزی پشت این ماجراست که ممکنه ما هیچ کدوم الان ندونیم چیه، ولی بالاخره روشن میشه این مسائل. ولی جالب اینجاست که وقتی گفتگو میکنن میگن که آقای تقی گلستان، پدر آقای ابراهیم، وقتی با پسرش صحبت میکنه و فروغ صحبت میکنه، وقتی نشستن کنار هم دیگه، میگه شما چرا ازدواج نمیکنین؟ بعد ابراهیم خان به پدرش میگه که خب شما با فخر خانم صحبت میکنین؟ ایشون میگه بله من صحبت میکنم. بعد میره با فخر خانم صحبت میکنه، وقت بعد فخر خانم برمیگرده میگه که هر چی که رضایت خاطر شما باشه. بله. بانوی اول نمادی از پاکدامنی، گذشت، ایثار، فداکاری، و بعد بانوی دوم کسی هستش که به زندگی او وارد میشه، کسی هستش که وارد حریم خصوصی ازدواج ابراهیم گلستان میشه و حاضر حتی صیغه بشه که در کنار او باشه. یعنی تصاویری که الان داره اینجا ارائه میشه یه مقدار دیستورتده به نظر من. دقیقاً. همین مسئله اینه که الان نباید فقط به مسئله ما به این نگاه بکنیم که مسائلی که این آقای بهنود، حالا فرض، خیلی ها میگن شما از کجا میدونین، شاید این ماجرا بوده، حالا ما میگیم این ماجرا بوده، ولی چرا الان آمده دقیقاً آقای بهنود یه همچین مسئله ای رو مطرح کرده؟ دقیقاً این سال چرا مطرح کرده؟ دقیقاً این چرا خیلی مهمه. یه مسئله که شما اشاره کردین توی روانشناسی یه چیزی داریم، میگن وقتی که آدم به یه سنایی میرسه، they regress to the adolescence phases. مسئله اشاره به attention seeking، یعنی نیاز به توجه. وقتی که شما یک زمانی در حقیقت در صحنه مطرح بودید و بعد یواش یواش دور میشید و کم رنگ میشید و فراموش میشید، گاهی گام هایی برمیدارید که توجه رو جلب بکنید. ولی این زیاد الان با وضعیتی که ما در رابطه با منزل ایشون تو ایران رو نمیدونم در حقیقت این بدبستانای با نمیدونم اصلا دازه میک سنس نمیکنه، ولی یکی از فاکتوراش میتونه اون باشه. ولی من بیشتر از این مسئله صیغه یک طرف، ولی من این نامه ها رو به نظرم این نامه ها، افشای این نامه ها و بیرون آوردن این نامه ها، پابلیک کردن و عمومی کردن این نامه ها چه معنایی داشته، چه معنایی داره؟ مثلا بگین اینا همزمان با هم بله اینا با هم به نظر من زنجیره‌ای بوده. منم همینو میگم، اینا دقیقا با هم بوده. ببینید یک زمانی میگن انتشار نامه از یک بزرگی، نامه ای مثلا به رفیقش نوشته، رفیق همکار مثلا نویسنده‌اش یا شاعر، یا به خواهرش برادرش،
که به یک سری مسائل عام اشاره میکنه، نه یعنی نه اینکه مسائل اینتیم، درونی ترین، خصوصی ترین، این دیگه حیطه من و اونه، اون فرد در رابطه با عشق و نوع دوست داشتن من. یعنی ما اگه بخوایم اینجوری پیش بریم، کم کم به اینجایی خواهیم رسید که بگیم که ما باید تو اتاق خواب آدم های به اصطلاح معروف هم بریم ببینیم نوع سکسوالیتیشون چجور بوده. دقیقاً همین حرفی که آقای گلستان میزنه، یعنی این، یعنی اصلا ایت این پاس بسیم باور نکردنی صحبت که ایشون به عنوان یک فرد تحصیل کرده و روشن فکر میکنه. یعنی هنوز فرق حریم خصوصی و حریم عمومی و هرگز هنوز فرق اینه که یه آدم شناخته شده باشه، اشکال نداره شناخته شده باشه. شما به خاطر کاری که داری میکنی شناخته شده، ولی دلیل نداری که تمام وجود تو اوریان بکنی برای آدم ها. دقیقا. مثلا نامه های فروغ به برادرش فریدون که قبلا هم به اصطلاح چاپ شده، خب اونا یک چیزایی که از دلتنگی هاش، از اینکه دلتنگی ایرانه، نمیدونم از اینکه اینجا چقدر احساس تنهایی میکنه، نمیدونم همه اینا آدم به روحیاتش پی میبره. اینا خب میتونه با توافق خود خانواده چنین نامه هایی منتشر بشه، ولی نه دیگه یک نامه هایی که به اصطلاح اون میاد نمیدونم احساسات درونی خودش رو نسبت به یک فرد، یک حوزه‌ای که فقط به تو معلومه، خصوصی ترین یعنی ارتباط تنگاتنگ بین یک زن و مرد مثلا، این چیزه و هیچ چیزی هم حل نمی‌کنه. برای شکو جان عزیز گفت و اون اینه که چرا گلستان نامه های خودش رو منتشر نمی‌کنه؟ خیلی جالب بود. جالب اینه که اتفاقا تو یکی از این نامه ها، من فقط یه نامه فروغ رو خوندم، تو اونم تو دنبالش بودم ولی هنوز کتاب رو ندیدم که بخونم، و اون نوشته فروغ اشاره میکنه که چرا نامه ها دیر رسیده. یعنی معلومه که این نامه رفت آمد داشته، یعنی این نامه میداده اون جواب میداده، یا به عکس اون نامه میداده این جواب میداده، گفته دو سه روزی ازت نامه نداشتم، میتونست یعنی. مجموعه اینا نمیدونم، من نمیدونم چه رابطه ای بودن، چه رابطه ای بوده. یعنی یک کسی آیا مثل این میمونه که من برای شما دوستم یا معشوقم هر کی یه نامه بدم و بگم که من هر وقت خواستی میتونی اینو منتشر کنی، میدونی این فرق میکنه. بعد یه مسئله آدم... رو که من میخواستم اشاره بکنم این بودش که اینجا از فروغ در حقیقت اون نامه ها رو که یک دوتش من خوندم که همون که شروع میشه که قربونه نمیدونم بنده کفشت برم و 10 دفعه اینو میگه و این حرفا، از فروغ یک فرد desperately in love، یعنی دیگه از خود بی خود عاشق شدن و شیفته و فلان این حرفا میسازه که حاضر هر کاری برای ابراهیم گلستان بکنه، در صورتی که این با روحیه فروغ در مصاحبه که با ایرج گرگین میکنه اصلا همساز نیست. فروغ در مصاحبه که با ایرج گرگین میکنه اصلا مفهوم عشق رو مجنون و یک آدم بیمار خطاب میکنه که فکر میکنه که روانشناسی امروز اومده و تمام این ویژگی های رفتاری مجنون رو در رابطه با عشق و عاشق بودن و عاشق شدن فرو ریخته. پس بنابراین عشق به معنای امروز، به معنای عشق دیروز که عیسی رو نمیدونم خود باختگی و اینها باشه نیست به نظر من، از گفته های فروغ اینجور که میبینیم یا میشنویم یعنی شنیدیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، با مهمانانم خانم شکوه میرزادگی نویسنده کوشنده فرهنگی و خانم اختر قاسمی عکاس و روزنامه‌نگار از شهر کلن و خانم میرزادگی از دنور کالرادو بحث و گفتگو میکنیم در رابطه با در حقیقت جلوه های مختلف خشونت فرهنگی. عرض کردم خدمتون شاخص های خشونت تنها خشونت فیزیکی، جسمی، روحی، روانی، جنسی یا کلامی تنها نیست. بسیاری از المنت های خشونت در فرهنگ رفتاری و گفتاری ما پدیدار میشه بی آنکه خودمون توجه داشته باشیم که این نوع رفتارها و این گونه موضع‌گیری ها نوعی تجاوز به حرمت انسانی و حقوق انسانی است که بحث میکردیم تجاوز به حریم خصوصی.
در حقیقت بی حرمتی به حریم خصوصی به نظر من، نه تنها به نظر من، به طور کلی یکی از المنت های شاخص تجاوز به حقوق انسانی است. برگردیم به بحث فروغ و این مباحث بسیار دنباله داره، بحث بسیار جدی هستش، شاید یک زمان دیگه دنبال بکنیم پیامدهای اینو. ولی برگردیم به مبحثی که شکو جان شما مطرح کردی در رابطه با مینو اصلانی و موضوعی که مینو اصلانی گرفته. شما اون مطلب رو برای من در ایمیلم فرستادی و من مطلب رو خواندم. در حقیقت در اون مطلب سوال شما این بودش که حکومت جمهوری، یا کامنت شما این بودش که حکومت جمهوری، حکومت اسلامی ایران تنها حکومتی است که زنان رو بر علیه زنان در حقیقت به مبارزه خوانده و در حقیقت با چالش با یکدیگر برانگیخته. اختر جان شما نظری در این زمینه داری؟ در این که زنان خودشون بر علیه زنان هستن؟ نه، ببینید بحث بر سر این هستش که در حکومت جمهوری اسلامی ما یک نظام سرکوبگر زنانه داریم که این نظام سرکوبگر، یعنی یک ارگانیزیشن، یک سازمان سرکوبگر به نام بسیجی ها، حالا جامعه زنان یا گروه بسیجی ها، هر چی که نام خودشونو میخوان بذارن یا تغییر بدن، در ماهیتش فرقی نمیکنه. اینا زنانی بودن که از ابتدای انقلاب با اون در حقیقت در قالب زنان سنتی و مدافع از حقوق در حقیقت حکومتی که حاکم بود، یا از در حقیقت مبانی فکری و تئوریک یا ایدئولوژیک این حکومت به جان زنان آزاده ایران افتادند و از همون زمان ابتدای انقلاب با سرکوب و به قول شکو جان تیغ کشیدن و نمیدونم دستگیر کردن و شلاق زدن و زندانی کردن زنان بدحجاب به جون اینها افتادند و هنوزم که هنوزه این در حقیقت فتواها رو صادر میکنن و میدن. چه کسانی باعث این در حقیقت رشد و پرورش اینها شدن؟ طبیعتا حکومتی است که اینها رو به عنوان بلندگوی خود و برای سرکوب زنان دگراندیش که چه ارز کنم، ولی زنان عادی مملکت که این گونه مثل اونها لباس نمی پوشن، حجاب بر سر نمی کنن و تظاهر به دینداری نمی کنن میندازن. بحثش کجا این بودش که این حکومت تنها حکومتی است که این گونه عمل میکنه، این گونه ارگانایزد، یعنی سازمان یافته عمل میکنه. بله، دقیقاً. من از بود این چرایی رو، چرا یک زن سنتی در حقیقت در برابر زن مدرن قد علم میکنه و با خشونت با او رفتار میکنه رو یک نقد مختصر اجمالی روانشناسی میتونم بدم و اون به این صورت هستش که وقتی یک دختری در خانواده سنت محور رشد میکنه، داده ها و ارزش های اون خانواده در ذهن او شکل میگیره و با تکرار و القای مکرر این داده ها به لایه های درونی تر ذهنش تهنشین میشه و به عنوان باور در میاد. به عنوان مثال در یک خانواده سنتی مذهبی وقتی داده های یک زن بالنده و در حقیقت مورد پذیرش جامعه، مورد احترام جامعه، یک زن محترم این هستش که شما باید حجابت این گونه باشه، رفتارت آن گونه باشه، باید عفیف باشی، معنا و مفهوم عفیف بودن، نجیب بودن، نجابت، محترم بودن، زن شاخص بودن مفاهیمی است که آن گونه ترجمه میشه که فرصت نیست که دونه دونه برم. خب این مفاهیم در ذهن زن سنتی مذهبی شکل میگیره، همونجور که خدمتتون عرض کردم، به عنوان باور دارن. اما وقتی که همین زن مذهبی با نیازهای هستیگرای درونش، نیازهای طبیعی درونش روبرو میشه، این نیازهای درون گاه در تضاد فاحش با داده هایی است که از بیرون به او القا شده. این باعث یک تضاد درونی و خشم درونی نسبت به خود و نسبت به نیازهای سرکوب شدهش است. در برابر یک همچین پدیده‌ای، این زن سنتی که میبایستی تمام خواستا و نیازهای هستیگرای خودش رو درونی بکنه و تظاهر به آن چیزی بکنه که مورد مقبول و پذیرش خانواده و یا جامعه هست، چون اگر نکنه مورد مجازات قرار میگیره. انسان به طور کلی در پدیده پاداش و مجازات بیشتر فانکشن میکنه. پس بنابراین پاداش یک زن خوب و پاک دامن و عفیف در خانواده و چارچوب مذهبی آنگونه ایست که به او القا میشه.
چادر سر میکنی، نماز میخونی، اطاعت میکنی از شوهرت، در حقیقت کنیزک او میشی، دنبال روح، همه اینا. پس بنابراین او برای اینکه این پاداش رو بگیره، آگاه و ناخودآگاه به شکل و فرمی در میاد که خانواده و فضای حاکم از او میخوان در بیاد. اما همگونی که گفتم، با نیازهای طبیعی و هستیگرای خودش در تضاده. در برابر او زن آزاده قد علم کرده مدرنی هست که در حقیقت با نیازاش در ارتباطه، احتیاجی نداره که تظاهر بکنه یا احتیاجی نداره که این گونه که او در قفس هستش و میبایست باشه زندگی بکنه. پس بنابراین این زن سنتی در برابر اون زن آزاده قد علم کرده، خشمی رو که درونی کرده بر اثر نیازهای سرکوب شده خودش و نمیتونه این خشمش رو در فضای خودش بیرونی بکنه، چون اگر این خشمش رو در فضای خودش بیرونی بکنه، همونی که خانم مینو اصلانی میگه، خانم مینو اصلانی میگه خشم و خشونت یعنی چی؟ این ضد اسلامیه. یعنی هر خشونتی که به زن وارد میشه، همه این مسائلی که خانم مینو اصلانی میگه، اعتقادات درونی شده در حقیقت زنان سنتی مذهبی است که بهشون القا شده که این گونه باید باشه. پس بنابراین اجازه بدید من تموم کنم، بعدا نظرتون بفهمید. در برابر این خشم فروبل ایده خودش که نمیتونه بیرونی بکنه به فضای خودش، این خشم رو در برابر جای دیگه‌ای، در برابر زن دیگه‌ای میتونه فرافکنی بکنه. فرافکنی این خشمش در برابر زن دیگه نه تنها مجازات نداره، بلکه پاداش هم داره. یعنی حکومت به او خانه میده، مبلغ خیلی گفتی نمیدونم ماهانه میده، به او مقام میده و پوزیشن میده. این در حقیقت یه تعریف مختصر روانشناختانه از روانشناسی پویاست که خدمتون عرض کردم. حالا بفهمید، من شما این چیز تعریفی رو که کردید در ارتباط با اون هزارها میلیونها زنی معصومی مذهبی سنتی که در واقع نه حقوقشون رو میشناسن، نه من منظورم به زنان بسیجی بوده ایزن بودن. من ولی امثال خانم مینوس اصلانی، خانم نمیدونم ابتکار، خانم هایی که در اونجا هستن که اکثرشون هم زنانی هستن که حواسشون هست و موجودات فرصت طلبی هستن که آمدن و میدونین که حتی یکی از چیزهایی که در بسیج وقتی اینا میرن یه دوره کامل آموزش میبینن، بهشون حقوق خوب میدن، امکانات خوب میدن، خونه میدن و حمایتشون میکنن و اینها ممکنه اون رده های پایینشون که زنهای بی سواد یا کم سوادی هست، ولی این خانم مینو و دیگران اینها کسانی هستن که میدونن دارن چی کار میکنن. ما نمیتونیم اینها رو در کنار اون زنهای ساده معصومی بذاریم که در واقع زیر فشار اون خانه پدری یا همسر یا غیره، اون تعریف به زیبایی که شما کردید، ما نمیتونیم اینها رو با اونا مقایسه کنیم. ممنون، چون وقت ما بسیار کمه. تعریفی که من کردم در بحث مرزبندی نداره، این یک هیئت روانیه در حقیقت در رابطه با گرایش های مکتبی مذهبی که به چه صورت این شکل و ذهنیت شکل میگیره و به چه صورت فانکشن میکنه. حالا تو رده های مختلف، من فقط داشتم در رابطه با خشم زنان بسیجی نسبت به زنان مدرن صحبت میکردم که این خشم فروخفته یک خشمی هستش که از تضادهای درون میاد و چون نمیتونه در فضای خودش بیرونی بشه، بیرونی میشه به سمت همانند خودش، همجنس خودش که او در حقیقت در برابر اون سنت ها در حقیقت چارچوب‌ها رو شکسته. اختر جان شما نظری داری؟ ما یه دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم عزیزم، در این زمینه نظری داری؟ نه، من فکر میکنم تو این مورد خاص اگه من الان بخوام وارد بشم چون باید طولانی تر صحبت کنم، فقط ترجیح میدم که توی همون مبحث قبلی خودم یه نکته ای رو میخواستم بگم که تموم بکنم، که آقای گلستان با توجه به این که چند روز از این گفته مسعود بهنود گذشته و سکوت مطلق اختیار کرده و هیچی در این رابطه نگفته، این بیانگر تایید ایشونه و خیلی جالبه که این موضوع قبل از هر چیزی خود ایشونو به عنوان یک روشنفکر اون جامعه زیر سوال میبره خیلی زیاد و انقدر که برای من خود اون زیر سوال رفت، ذره‌ای فروغ نرفت، چون فروغ با زندگیش
نشون داد که به چنین به اصطلاح قوانینی که بخواد از نظر مذهب، چون اون به جامعه ای که در مقابل چشمانش بهش نارو میزدن، دروغ میگفتن، فحشا و همه چیز میگفتن، توجهی نکرد و همان گونه زندگی کرد، بعد بیاد صیغه محرمیت بخونه برای خودش. یعنی اصلا در تناقض مطلق با رفتار، کردار، گفتار و هنر فروغ فرخزاد بود و من متاسفم برای بله. این افرادی مثل آقای بله. بهنود و وقت آقای گلستان بله. ممنونم از شکر هر دوی شما عزیزانم در این برنامه، خانم شکو میرزادگی، خانم اختر قاسمی. انشالله این بحث رو دنبال بکنیم، چون بحث در زمینه خشونت زنان و حقوق بشر تازه ما حتی این بحث رو آغاز نکردیم و امیدوارم که در هفته های آینده بتونیم دنبال بکنیم. و شما دوستان عزیز رو میخواستیم یک شعر کوتاه از فروغ پخش بکنیم، نمیدونم اتاق فرمان هنوز فرصت داریم که شعر فتح باغ فروغ رو هم پخش بکنیم بعد از این به عنوان حسن ختام برنامه یا نه. با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز شما خیر. شب شما خیر.